به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. سازمان ملی مهاجرت ایران از آغاز صدور کارت‌های هوشمند برای مهاجران و شهروندان خارجی در آن کشور خبر داده است. محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران، به خبرگزاری دولتی آن کشور یا ایرنا گفته که روند پخش و توزیع کارت‌های هوشمند از روز شنبه آغاز شده است. او افزوده است کارت هوشمند اتباع و مهاجران خارجی متناسب با سیاست‌ها و نیازمندی‌های اتباع دارای کارت‌های آمایش و دانش آموزی به ترتیب در حال صدور است. به گفته او این کارت‌ها دارای قابلیت‌های بانکی، هویتی و سیم کارتی هستند و به مرور در اختیار اتباع و مهاجران مجاز داخل قرار خواهند گرفت. ایران از سالها به این طرف میزبان میلیون‌ها مهاجر و پناهجو اهل افغانستان است. شمار این مهاجران پس از روی کار آمدن طالبان افزایش یافته است. ادامه سقوط ارزش دلار در برابر افغانی. نرخ دلار آمریکایی در برابر واحد پولی افغانی به گونه بی سابقه در دو سال اخیر کاهش یافته و سرای شاهزاده میگوید که ارزش یک دلار امروز یک شنبه 21 اقرب به 65 افغانی رسیده است. در این حال بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است نیز با نشر بیانیه اعلام کرده که نرخ دلار در برابر افغانی امروز به 66 افغانی رسیده است. ارزش دلار در برابر افغانی از هفته گذشته به این طرف نزولی شده است. بازگشت ده‌ها هزار مهاجر افغان از پاکستان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان روز یکشنبه 21 اقرب اعلام کرده است که بیش از 6000 مهاجر افغان روز گذشته از پاکستان به کشور بازگشت است. طالبان همچنین گفتند که 82 زندانی رها شده از زندانهای پاکستان نیز به کشور بازگشتند. این وزارت همچنین گفته که این افراد از طریق گذرگاه تورخم و اسپین بولدک به کشور بازگشته و هر خانواده 10000 افغانی از طالبان دریافت کردند. این در حالی است که پاکستان از اول نوامبر بازداشت و اخراج پناهجویان بدون مدرک را آغاز کرد، روندی که 1.7 میلیون پناهجو افغان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. درگیری خانوادگی در کراچی فاجعه خلق کرد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مرد افغان در شهر کراچی پاکستان بر اثر تیراندازی توسط شوهر سابق و برادرزاده همسرش کشته شده است. روزنامه دنشن پاکستان نوشت میر افضل و همسر پاکستانیش سایره افضل 35 ساله قصد داشتن همراه با دختر 14 سالش امبرین از شوهر اولش به افغانستان کوچ کنند که این حادثه افتاد. شوهر سابق به همراه برادرزاده زن ابوبکر ساکن 400 ایالت خیبر پختونخوا که مخالف خروج این زوج از پاکستان بودند به تیراندازی متواصل شدند و میر افضل را کشتند و سایره را زخمی کردند. جسد میر افضل و سایره به شفاخانه منتقل شده است. پلیس یکی از مظنونان را که برادرزاده زن می باشد بازداشت کرده است. در این حال عارف رحمانی عضو پیشین مجلس نمایندگان در صفحه اکس خود نگاشته است تحرک دیپلماتیک رهبری جبهه مقاومت در سطح منطقه‌ای و جهانی موازی با عملیات چریکی گسترده این جبهه در ولایات مختلف افغانستان به لحاظ راهبردی مکمل یکدیگر میباشند. پیداست این تحرکات در حالی که هیچ کشوری در جهان رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته فشارهای زیادی را بر این گروه وارد می سازد و جریان مقاومت را یک بازیگر فعال در عرصه داخلی و بین المللی مبدل می سازد. و در پایان سازمان بشری مدیترانه یا SOS از نجات ده‌ها پناهجو از آب‌های مدیترانه خبر داده و گفته است که 128 پناهجو را که در دریای مدیترانه سرگردان بودند طی 3 عملیات جداگانه نجات دادند. تشکر از توجهتان. تا بعد. بدرود.